بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان محترم. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. یونیسف: تشدید درگیری ها در لبنان فاجعه‌ای بزرگ برای کودکان خواهد بود. سازمان جهانی نفی خشونت خواستار تحقیق بین المللی درباره جنایات جنگی علیه غیر نظامیان لبنانی شد. درخواست وکلای مخالفان سیاسی تونس برای تحقیقات دادگاه بین المللی کیفری درباره سرکوب مخالفان و سوء رفتار با مهاجران. و افتتاح مسیر دوم جاده زمینی حج از کربلا برای تسهیل تردد زائران. وقت شما بخیر. یونیسف با هشدار نسبت به تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله اعلام کرد که این خشونت‌ها پیامدهای فاجعه باری برای کودکان لبنان خواهد داشت. این سازمان خواستار توقف فوری حملات شد و تأکید کرد که کودکان در معرض خطرات جدی هستند و تشدید خشونت‌ها می‌تواند شرایط وخیم‌تری را نسبت به گذشته رقم بزند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. یونیسف هشدار داده است که هر گونه تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله پیامدهای فاجعه باری برای کودکان در لبنان خواهد داشت. این نهاد بین المللی خواستار توقف فوری خشونت‌ها در این کشور شده است. در یک نشست خبری در ژنو، اتی هینگز معاون نماینده یونیسف در امور لبنان اعلام کرد که تنها در یک روز 35 کودک در حملات هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند که این آمار از تعداد کشته شدگان کودک در 11 ماه گذشته بیشتر است. وی تاکید کرد که شمار زیادی از کودکان همچنان در معرض خطرات جدی قرار دارند و بسیاری از آنها از خانه‌های خود آواره شدند. هینگز همچنین هشدار داد که در صورت بازگشت به شرایط جنگی مشابه سال 2006 وضعیت برای کودکان لبنان حتی وخیمتر از گذشته خواهد بود. خانواده های لبنانی در بحران های اقتصادی و سیاسی اخیر نیز به شدت تحت فشار قرار گرفتند و تشدید درگیری ها وضعیت آنها را به شدت بحرانی تر خواهد کرد. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز از افزایش شدید درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده و از تمامی طرف‌ها خواسته است که فوراً به خشونت پایان دهند و از جان غیر نظامیان محافظت کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز گزارش داده است که از زمان آغاز حملات بیش از 580 نفر در لبنان کشته و هزاران نفر زخمی شدند. آقای امینی سلام و عرض ادب. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون. زنده باشید. جناب امینی، با توجه به اوضاع پیچیده مردم شیعه لبنان و حملات پی در پی اسرائیل، فتوای مرجعیت آیت الله العظما شیرازی مبنی بر لزوم کمک مؤمنین به مردم لبنان و جواز استفاده از سهم امام در این زمینه، چه اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت مؤثرتر از این شیعیان مظلوم میتوان در نظر گرفت؟ بفرمایید. ابتدای وقت داشته باشم یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. ما با توجه و پشتوانه آیات قرآنی همچون آیه سوره 90 سوره نه 25 حدید آیه 2 و 42 مائده و آیات دیگه و همچنین به آیه 71 سوره توبه که می فرمایند المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و همینطور با پشتوانه به روایات عدیده که اگر مسلمانی به امور مسلمین اهتمام نورزه مسلمان نیست یا اینکه باید یار مظلوم بود و دشمن ظالم و همینطور با تکیه به اوامر مرجعیت عالی که مبتنی بر همین اصول
در دفاع از حریم مسلمین و مؤمنین و بیداری جامعه مسلمین و کمک به هم نوعان خود اشاره میکنند. در مقابل نیز آیه هم داریم که نشان میده که از آینده کفار و گذشته کفار چه خواهد بود و چه کار میکنند. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير. یعنی همونطور که اونها اولیاء بعض هستن، مؤمنین هم باید همیشه اولیاء بعض باشن و با توجه به فرمایشات مقام مرجعیت که اشاره به همین مطالب دارن، ما باید بدونیم در مقابل حوادث تلخی که برای جامعه بشری رخ میده، بعضی اوقات جنگ و خونریزیه، بعضی اوقات جنگ عقاید و منافع ملیه، بعضی اوقات حوادث مغرضانه است، بعضی اوقات حوادث طبیعیه و متاسفانه الان جامعه مسلمین در بعضی نقاط به جنگ و خونریزی افتادن و این امر واقعا اولویت پیدا میکنه تا هر چه زودتر جلوگیری بشه، خصوصا اگر جنگ نابرابر باشه. بله، و نیاز به کمک های جمعی توسط توقع جناب امینی. ممنونم از اینکه از شهر لندن مهمان اخبار امشب ما بودید. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز امام حسین علیه السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر اوتاوا پایتخت کانادا از شیعیان این شهر خواست تا در گرد همایی های بشر دوستانه این مرکز شرکت کند. در بیانیه‌ای که این مرکز منتشر کرده چنین آمده است: ما به قدرت جمع اعتقاد داریم و از همه شیعیان این شهر می خواهیم تا در گرد همایی های بشر دوستانه شرکت کنند. در ادامه این بیانیه، هدف از این گرد همایی ها و برگزاری رویدادهای بشر دوستانه کمک رسانی به نیازمندان و اقامه نماز جماعت و تعظیم شاعر حسینی ذکر شده است. شورای روابط آمریکای اسلامی در شیکاگو که بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا محسوب می شود، نسبت به برداشتن نزدیک به 100 سنگ قبر مسلمانان در گورستان ملی بوهمیا بدون اطلاع قبلی به خانواده های ایشان ابراز نگرانی کرد. در همین راستا مگی اسلاوین، مدیر عملیاتی این شورا، ضمن ابراز همدردی با خانواده های این مرحومین از مدیریت این گورستان خواست تا برای بازسازی و مرمت قبرهای تخریب شده با این شورا همکاری لازم را نماید. مسجد 120 ساله در شهر احمدلی باکو پس از بازسازی و مرمت افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری آذربایجان، مسجد 120 ساله شهر احمدلی باکو پس از بازسازی و مرمت همه جانبه به همت بنیاد حیدر علیوف افتتاح شد. مرمت مسجد شامل نما و اطراف مسجد، بازسازی اماکن عبادی زنان و مردان، وضوخانه، اتاق مراسم و بهسازی اطراف مسجد بود. در مرمت مسجد تلاش شد تا معماری بی‌نظیر آن حفظ شود. طالب داوود، مدیر پروژه ساخت کلیسای ابراهیم نبی، از انجام 100% کار این پروژه خبر داد. داوود گفت پروژه ساخت کلیسا در سال 2022 با هزینه 2 میلیون دلار توسط تاجر عراقی پدر دکتر فتوح بطرس قلما آغاز شد و اکنون تکمیل شده است. وی در ادامه گفت انتظار می رود سالانه 2 میلیون گردشگر از عراق و سایر نقاط جهان برای بازدید از این کلیسا به زیقار بیاید. اداره پزشکی قانونی عراق پس از بررسی‌های DNA 45 تن از اجساد در جنایت هولناک زندان بادوش
که توسط گروه‌های سنی تندروی داعش در استان نینوا انجام شده بود، آنها را به خانواده‌هایشان بازگرداندند. گفتنیست قتل عام زندان بادوش یکی از هولناک‌ترین جنایات گروه سنی‌های تندروی داعش در دهه ژوئن 2020 و 2014 به شمار می‌رود که در آن داعش با تسلط بر این زندان زندانیان را از زندان خارج کرد و با جدا کردن شیعیان از اهل تسنن آنها را به ضرب گلوله در چند کیلومتری بادوش در صحرا اعدام کرد. وزرای خارجه کشورهای هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت درباره خطر کشیده شدن جنگ در تمام خاورمیانه هشدار دادند و گفتند که هیچ کشوری از تشدید تنش‌ها در منطقه سود نمی‌برد. آنها همچنین خواستار توقف توافق چرخه مخرب فعلی شده و تأکید کردند که هیچ کشوری از افزایش بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه سود نمی‌برد. موارد مشکوک ابتلا به وبا در یمن به 36383 مورد افزایش یافته است و نزدیک به 160 مورد مرگ مرتبط با این بیماری در چندین استان یمن از جمله الزالیا، عدن، ابین، لهج، تعز، الهدیده، معرب و حضرموت ثبت شده است. در همین راستا عبد الدائم عبدالعزیز کارشناس بهداشت در یمن با تأیید بر اینکه شیوع وبا در یمن بیشتر از آنچه اعلام شده می باشد خاطر نشان می کند که بسیاری از موارد به دلیل کمبود خدمات و وخامت زیرساخت های بهداشتی و فقدان وسایل پیشگیری پدیدار گشتند. همه ما در پی افزایش سن با تغییرات فیزیکی و شناختی زیادی مواجه می شویم. افراد مسن اغلب با کاهش توانایی در به خاطر آوردن مواجه می شوند که امری طبیعی است. تعداد موارد زوال عقل در جهان رو به افزایش است و پرسش هایی را برای افراد مبتلا، خانواده ها و متخصصان مراقبت های بهداشتی به وجود آورده است. دانشمندان دریافتند در صورتی که در به خاطر سپردن مشکل دارید اما در فعالیت‌های روزمره‌تان اختلال ایجاد نمی‌شود، با اختلال شناختی خفیف مواجهید که می‌تواند بدتر شود. از همین رو مراجعه به پزشک در این موارد ضروری است. شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرده است از این پس شماره تلفن و آدرس آی پی یا نشانی پروتکل اینترنت کاربران خود را در صورت وجود حکم قضایی یا سایر درخواست‌های حقوقی معتبر در اختیار مقامات خواهد گذاشت. پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر تلگرام، روز گذشته طی سخنانی اظهار داشت این تغییر در سیاست خدماتی و حریم خصوصی این شبکه احتمالاً بزهکاران را از بکار بردن تلگرام دلسرد خواهد کرد. گفتنیست مدیر روزتبار ماه گذشته در فرودگاهی توسط مقام‌های انتظامی فرانسه دستگیر شد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با محکوم کردن شدید حملات نظامی اسرائیل به غیر نظامیان بیگناه در لبنان این اقدامات را جنایت جنگی خوانده و خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در بیانیه‌ای که توسط این سازمان منتشر شد تأکید شده است که حملات به منازل و زیرساخت‌های غیر نظامیان در روستاها و شهرهای لبنان بدون هیچ هشداری صورت گرفته و منجر به شهادت صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شده است. این حملات خسارات گسترده‌ای به اموال و زیرساخت‌های لبنان وارد کرده است. مسلمان آزاده این حملات را تلاشی برای گسترش خشونت در منطقه و تضعیف امنیت و ثبات بین المللی دانسته و از کشورهای تأثیرگذار خواسته تا برای توقف این خشونت ها به اسرائیل فشار آورند. سازمان جهانی نفی خشونت همچنین بر لزوم انجام تحقیقات بین المللی فوری
برای بررسی جنایات جنگی علیه غیر نظامیان لبنانی تاکید کرد. در پایان این سازمان از کشورهای اسلامی و عربی خواست تا به یاری ملت لبنان بشتابند و کمک‌های انسانی فوری برای کاهش رنج‌های مردم مظلوم این سرزمین ارسال کنند. وکلای مدافع و خانواده‌های رهبران زندانی مخالف دولت تونس از دادگاه بین‌المللی کیفری ICC خواسته‌اند تا سرکوب سیاسی و سوءرفتار با مهاجران آفریقایی سیاه‌پوست توسط دولت تونس را مورد بررسی قرار دهد. این درخواست در آستانه انتخابات 6 اکتبر و به دنبال ادعاهای جدید مبنی بر نقض حقوق بشر ارائه شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تونس که قرار است 6 اکتبر برگزار شود، وکلای مخالفان سیاسی و خانواده های آنان بار دیگر از دادگاه بین المللی کیفری خواستند تا تحقیقات جدیدی را درباره سرکوب مخالفان و بدرفتاری با مهاجران آفریقایی سیاه پوست توسط دولت قیس سعید آغاز کند. این دومین باری است که چنین درخواستی از سوی مخالفان دولت مطرح می شود. وکلای مدافع اظهار داشتند که مدارک جدید نشان می دهد مهاجران آفریقایی سیاه پوست با رفتارهای خشن و بیرحمانه‌ای از سوی مقامات تونسی مواجه هستند. یکی از وکلا تأکید کرد، دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت دارد این جنایات علیه بشریت را بررسی کند و باید برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد با تمام توان خود اقدام کند. این مهاجران از کشورهای جنوب صحرای آفریقا که برای ورود به تونس نیاز به ویزا ندارند، این کشور را به عنوان سکوی پرتابی به سوی اروپا انتخاب می کنند. در کنار این، برخی مهاجران از مرزهای لیبی وارد تونس می شوند. یکی از اعضای خانواده های درخواست کننده با اشاره به افزایش خودکامگی، نژاد پرستی و نفرت پراکنی در تونس گفت، ما از دادگاه بین المللی و جامعه جهانی می خواهیم از انسانیت حمایت کرده و عدالت و کرامت را بازگردانند. 14 سال پس از آنکه محمد بوعزیزی دست فروش تونسی خود را آتش زد تا جرقه انقلابهایی را بزند که دیکتاتورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را سرنگون کرد، زادگاه او و بهار عربی با خطر بازگشت به استبداد روبروست. استان کربلا روز سه‌شنبه شاهد افتتاح پروژه احداث مسیر دوم و بازسازی مسیر قدیمی جاده زمینی حج عینب‌تمار در جنوب غربی استان بود. این پروژه در زمانی افتتاح شد که کربلا به دلیل مراسم میلیونی زیارتی و موسم حج نیاز مبرم به بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای برای کنترل حجم بالای خودروها دارد. نصیف الخطابی استاندار کربلا در مراسم افتتاحیه همراه با وزیر مسکن و شهرسازی عراق این پروژه را یکی از مهمترین پروژه‌های استان توصیف کرد که به تسهیل جریان ترافیک و کاهش تصادفات کمک خواهد کرد. وی در ادامه اظهار داشت که طول این مسیر 13 کیلومتر و عرض هر باند 8.5 متر است. این پروژه شامل آسفالت ریزی کامل برای هر دو مسیر رفت و برگشت، نصب پل‌های کوچک برای عبور آب، نرده‌های ایمنی و خط‌کشی جاده با رنگ‌های بازتابنده نور است که امنیت رانندگان را به ویژه در شب فراهم می‌کند. شهر عینب‌تمار به عنوان یکی از مناطق تاریخی مهم، محل آرامگاه احمد بن هاشم و آثار باستانی همچون کلیسای القیصر و حسن الاخیزر است که اهمیت این مسیر را دوچندان می‌سازد. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته است تا ممنوعیت پخش برنامه‌های زنده سیاسی، انتقاد از این گروه و مصاحبه با تحلیلگران مستقل در رسانه‌ها را لغو کند. به گفته این کمیته، طالبان می‌خواهد رسانه‌های داخلی را به ابزار تبلیغاتی خود تبدیل کند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز سه‌شنبه 3 مهر در بیانیه‌ای گفته که طالبان شمار زیادی از مدیران رسانه‌ها را در کابل احضار کرده و فهرستی از دستورات را به آنها داده است.
در جلسه مقامات طالبان با مسئولان رسانه‌ها اعلام شده که هیچ رسانه‌ای اجازه ندارد محتوای انتقادی در مورد سیاست‌ها و قوانین این گروه را پخش کند. طالبان به رسانه‌ها هشدار داده است که در صورت عدم رعایت نکات فوق، مسئول عمومی رسانه، مسئول پخش، مجری برنامه و مسئول بخش سیاسی متخلف شمرده شده و با آنها برخورد جدی خواهد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که این دستورات طالبان نشان دهنده پایان آزادی‌های اساسی رسانه‌ها در افغانستان است و طالبان می‌خواهد رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی آنها تبدیل شود. و خبر پایانی امشب، پژوهشی بین‌المللی نشان می‌دهد که پس از پاندمی کرونا، استفاده نگران کننده و نامناسب از شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این تحقیق که حدود 280 هزار دانش آموز 11، 13 و 15 ساله از 44 کشور را مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در سال 2022 به طور میانگین 11% از نوجوانان به طور مشکلزا و نامناسب از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، در حالی که این رقم در سال 2018 حدود 7% بوده است. بر اساس این گزارش، نوجوانان 13 ساله و به ویژه دختران بیشتر در معرض استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. محققان هشدار دادند که این رفتارها می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روان و عملکرد تحصیلی داشته باشد و منجر به مشکلاتی چون افسردگی و اضطراب شود. این پژوهش همچنین به خطرات استفاده بی حد و مرز از بازی‌های آنلاین اشاره می‌کند که به ویژه در میان پسران رایج است. کارشناسان توصیه کردند که برای ترویج رفتارهای آنلاین سالم، آموزش سواد دیجیتال و اقدامات جدی‌تر از سوی والدین، مدارس و دولت‌ها ضروری است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. یونیسف: تشدید درگیری‌ها در لبنان فاجعه‌ای بزرگ برای کودکان خواهد بود. سازمان جهانی نفی خشونت خواستار تحقیق بین‌المللی درباره جنایات جنگی علیه غیر نظامیان لبنانی شد. درخواست وکلای مخالفان سیاسی تونس برای تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری درباره سرکوب مخالفان و سوء رفتار با مهاجران. افتتاح مسیر دوم جاده زمینی حج از کربلا برای تسهیل تردد زائران. نگرانی کمیته حفاظت از خبرنگاران از وضع محدودیت‌های تازه علیه رسانه‌ها از سوی طالبان. و افزایش نگران کننده استفاده نامناسب از شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان پس از پاندمی کرونا. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.